خب این مدل خوبه، اینم خوبه، که اینم خوبه. وای اینا همشون خوبن، کدوم رو بگیرم؟ میگم بچه کمک هم میکنین، میخوام برای آموزش بعدی یه مانتوی کامل آموزش بدم، اما نمیدونم بین اینا کدوم انتخاب کنم. شما یه زحمت بکش این آموزش رو که دیدی سیوشون، که بعدا با حوصله بیشتر ببینی. یه تو که پا بیا تو استوری به من بگو که آموزش بعدی کدوم باشه که مطابق و سلیقه شما باشه. قبل از اینم که اون یه تو که پا به استوری هم بری، قلب کوچیک رو قرمز کن، دل ما رو هم شاد کن، بریم آموزش رو ببینیم، بعدش برو تو استوری نظرتو بگو، من خیالم راحت بشه. برای این آستین شما نیاز به الگوی آستین اولیتون دارید، هر الگویی که دارید. این الگو، این مدلی که به شما میخوام آموزش بدم دو تا روش داره. یا میتونید قسمت مچیش رو بیاید کش بزنید، کش دوزی کنید، یه کمی بالا بکشید پف کنه، یا اینکه نه، یه روش دیگه هست که بهتون میگم. برای این کار ما باید بیم از خط وسط یه برش بزنیم و بهش 20 سان عوضمان بدیم. به دو طرف آستین هم باید 10 سان هر کدوم عوضمان بدین. بعد از اینکه اومدید اینجا رو 20، 10 و 10 سان عوضمان دادین، میاید از قسمت پایین مچ به اندازه 12 سان میایین بالا. از همه قسمت ها 12 12 برید که حالتش درست در بیاد. تو حالت اول گفتیم که اگر بخوایم این قسمت رو کش بزنیم، میتونید اینجا رو با کش قیتونی یا کش یه سانتی اینجا رو دوخت بکنید. اونی که کش دوزی کردین، وقتی مچ لباس رو کمی بالا میکشین، چون آستینش یه کمی کوتاهه، وقتی بالا میکشین این قسمت بالا تقریبا 18 سانت پف میکنه و روی این قسمت کش میاد و این لباس رو زیبا میکنه. این یه روشه برای قسمت مچیش، حالا بالا مشترکه، قسمت بالای تاج رو بهتون میگم. حالا یه روش دیگه ای که باید انجام بدیم برای این کار اینه که شما همین 12 سانتی که بودش اینو برش میزنید، جدا میکنید. بچه بابت صدام عذر میخوام، خورده سرما خوردم و صدای بدی دارم، معذرت میخوام. خب حالا اینم بهتون بگم، قبل از این که شما اصلا بخواید عوضمان بدین، باید الگوی آستین رو کامل داشته باشین، یعنی یه الگوی کامل بدون عوضمان داشته باشید که به اندازه این 12 سان از اینجا حذف شده باشه. پس الان چی شد؟ یه الگوی بالای آستین که عوضمان خورده رو دارم، قسمت مچش که عوضمان خورده رو دارم و یکی هم بدون عوضمان رو دارم. حالا میام چیکار میکنم؟ اینجا دیگه میاد به دوختش میرسه. برای دوخت شما میاد این رو پیلیهاش یا اون چینهایی که میخواین رو به این میدین. برای قسمت مچی هم همینطور، هر مقداری که میخواییم بهش پیلی یا چین بدید که این دوتا مطابق با هم باشه و اندازه این در بیاد رو انجام میدید. حالا یه نکته اینجا هست، قبل از اینکه من این پیلی ها رو که بعد از اینکه پیلی ها رو دادم، قبل از اینکه دوخت بکنم، این آستین نباید دقیقا این اندازه باشه. توی این لباس ببینید حالت پیلیش اومده، اون حالت چین و پفش اومده روی کار و این حالت پف رو ایجاد کرده. اون قسمت که من کش زدن رو گفتم، بودم یه 18 سانتی روش میاد، پس من میام اون 18 سانت رو میام از این جدا میکنم. برای اینکه روی خط آرنجتون یه وقت نیفته، میتونید از خط آرنجتون 2-3 سانت پایین تر بیاین. این کار هم میتونید انجام بدید، این به خاطر اینه که پف قشنگی داشته باشه. حالا برای دوخت چه کار میکنم؟ بعد از اینکه این پیلی ها رو دادم، میام این مچ آستینم که اینجا باید به این وصل بشه رو به این صورت میذارم روش. آسترم رو برعکس، یعنی طوری که روی آسترم روبروی آستین خودم من باشه، میذارم روش و این مسیر رو دوخت میکنم. این سه تا برش باید یه اندازه باشه، یعنی وقتی شما پیلی دادین باید اندازه این در بیاد. بعد از اینکه این قسمت رو دوختین، آستر رو به زیر برمیگردونید و مچی خودش پایین میاد. اینطوری مچی شما هم قلفتی میشه. وقتی که این کارو کردید، الان من این زیر رو نشونتون بدم، ببینید تاج آستین این بالاتر از اینه. شما باید اینو به این تاج، دوتا تاج رو به هم برسونید و دوخت کنید و این باعث میشه پفی که روی آستین هست روی لباس بیافته، روی مچی بیافته و این باعث جذابیت لباس میشه. اما حالا این برای این قسمت بود. قسمت تاج آستین ما یه نواری داریم که برای این نوار خود این تکلیفش مشخص شد.
برای این نوار شما باید بیاید ببینید، نگاه کنید، این حلقه آستین ماست، درسته؟ شما اندازه این حلقه آستین رو میگیرید. اگر پارچه شما زخیم آهار داره، ایستادگی و مقاومت داره، دو برابر این اندازه باید یه مستطیل داشته باشید. اگر پارچه‌تون ظریفه، یه کمی ریزش داره، طوریه که باید به سختی اون رو بخواین ایستاده‌تر بکنید. خدای من، برای این باید چیکار بکنید؟ سه برابرش میگیرید تا 3.5 برابر هم میتونید برای اون بگیرید، چون پیلی هایی که اینجا میدید باید باعث ایستادگیش بشه. برای این کار به نوار مستطیلی به اندازه که بهتون گفتم، حالا دو برابر یا سه برابرش میگیرید و بعد پیلی میدید و بین حلقه آستین و تنه دوخت میکنید. اما توی عکس اگه ببینید، تو قسمتی که به کف حلقه میرسه پهناش کمتر میشه. اینا کاملا دلخواهه، میخواین کل پهنای اندازه باشه. اگه نمیخواین چی کار کنین؟ پهنایی که برای اینجا باید در نظر بگیرید، اینم باز دلخواه بین 5 تا 7 سانته تا 8 سانت هم میتونید بگیرید، اما برای دو طرف 2-3 سانت کمتر میگیرید. مثلا اگه 5 سانت پهنا گرفتید، اینجا رو 3 سانت بگیرید دو طرف رو. اگه 8 گرفتید، اینجا رو مثلا 5 بگیرید، پهناش کمتر باشه. اینطوری به این صورت در میاد. ببینید، اینطوری میشه. حالا شما میایید این قسمت پیلی هاش رو پیاده میکنین و بین تاج آستین و حلقه آستین در بالاتنه آستین به هم وصل میکنید به این صورت. این میاد بین تاج آستین و تنه قرار میگیره. به همین راحتی شما میتونید این مدل رو به دو حالت در قسمت مچ و یه حالت به قسمت بالا طراحی بکنید. مرسی که تا اینجا همراهم بودید. برای آموزش بیشتر به پیجمون بیاین و حتما این آموزش رو سیو کنید، چون مطمئنم یه روزی به دردتون میخوره. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.